قیام ها هوشمندانه هم شده شاهین جان، چون روزهای اول بالاخره اینترنشنال هم خیلی بولد میکرد که مردم مثلا ظهر بکشونه بیرون به اسم جوانان محلات، اینو گفتن. البته خب عملکرد نسبتا مثبتی نسبت به بی بی سی مثلا داشته، گرچه که مثلا بعضی مهمونایی که دعوت میکنه هنوز اون رگ و ریشه های تجزیه طلبی رو دارن، ولی نسبت به بی بی سی خیلی مثبت تر بوده. ولی مردم خودشون هوشمند شدن، دیدن آقا روز میرن میگیرنشون، میندازن تو ون میبرن. آقا چه کاری، شب ساعت 5، همون چیزی که تاکید میکنیم، 5 عصر میریم بیرون، هم هوا روشنه هم میره به رو به تاریکی، جمع میشیم، خیابونا درست. دست ماست، هر مزدوری هم که اومد که میگیریم. این هوشمندی قیام رو چگونه میبینید شما شاهین جان؟ هوشمندی قیام خودش در حقیقت راه خودش رو پیدا کرد، یعنی در آغاز اینکه آقا بیاین مثلا در فلان میدان جمع شید، مثلا مکان میدادن که آقا در فلان شهرها فلان جا جمع شد. خب این خیلی روش عجیب و غریبی بود، بلافاصله نیرو امنیتی میرفتن اونجا رو میبستن، نمیذاشتن جمعیت جمع بشه و انباشتگی مردم ما داشته باشیم و بعد همه سردرگم بودن، حالا تکلیف چیست، تا یه جا میخوام جمع بشیم جلومون رو میگیرن و خودشون روی خرد جمعی به این نتیجه رسیدن که باید تو دستای 50 تایی 100 تایی 200 تایی تو محله کوی و برزن پراکنده بشن و همین کلافه کرد نیروهای امنیتی رو. آدم کشای حکومت خیلی براشون ساده تره توی میدان جلو افراد رو بگیرن یا بزننشون، تو کوچه و خیابون میبینید هر جام که درگیر میشن خیلی جا بوده که مردم هم ریختن سرشون و زدنشون و اون هموطن خودشون نجات دادن. به نظر من ما چون دوره خیزش های خیابانی ندیده بودیم، ما ملت ایران تجربهش نداشتیم و در اونا هم که تازه 43 سال پیش تو جریان انقلاب بودن و از کسایی بودن که رفتن ما رو به این بدبختی انداختن، اونها هم الان نه جیگری دارن که خیابون بیان، اصلا نمیان که تجربه در اختیار مردم قرار بدن. و از سوی دیگر طرف متفاوته. شما اون موقع حکومت نظامی زمان شاه رو داشتی که دستور داشت که به کسی تیر نزنید، دماغ کسی خون نیاد، کسی گرفتار نکنید، با مردم با نرمی رفتار کنید و یه صدا سیما هم داشت که رادیو تلویزیون ملی ایران اون موقع که اصلا از این جنگولک بازی ها در نمی آورد، اگه برنامه عادیشو نشون میداد یکی دو بار مثلا تظاهرات مردم رو نشون داد کامل. شو الان حکومتی داری که اصلا سناریو می‌نویسن، اینه که کشتن میگن اون کشته، نمیدونم میان میگن اون تجزیه طلبه، بعد میرن یک ورزشکار دستگیر میکنن میارن میگن حرف دیروز رو تکذیب کن، اون یکی رو ملغش میکنن، یه دی نشستن سناریو فیلمای سورئالیستی می‌نویسن، بعد صدا و سیما با یه بودجه کلان با یه سری آدم بی شرف میشینن و اینا رو اجرا میکنن و تحریک میکنن نیروی انتظامیش دستور داره که بزنیم، تازه خود نیروی انتظامی خیلی هاشون نمیزنن، اونا دستور دارن بزنن پدر مردم رو در بیارن و شما داریم میبینی. یعنی مقابله با اینها یه جزوهی قبلا در اختیار مردم قرار نگرفت و مردم مرحله به مرحله آموختن. مهدی جان یه نکته من یادم رفت بگم تو بحث اقتصادی چون مهمه، میخوام بگم ما یک نهادی داریم در ایران به نام آستان قدس رضوی. آستان قدس رضوی در مشهد صاحب یک ثروت عجیب و غریبی است که هیچ وقت هم عدد و رقم نمیده، یعنی از مجتمع کشت و صنعت در آلمان و هلند بگیرید تا کارخونه در افریقای جنوبی تا املاکی که اصلا به عدد و رقم در نمیاد در خود ایران، آستان قدس رضوی که تولیتش هم قبلا با تبسی بود، الان میدونم کیه، یه آخوند دیگه است که فکر کنم همین علم الهداست اگه اشتباه نکنم، آره، که مستقیم به رهبر بود. آستان قدس رضوی ثروتش افسانه‌ایه، ثروتش افسانه‌ایه. یه عددی اومده بیرون، این عدد به نظر من خیلی خیلی دست پایین هست ولی ما رو همین حساب میکنیم، صحبت از 250 میلیون دلار درآمد در ساله، درآمد ها نه سرمایه، اینا سرمایه اینا خدا میدونه چند میلیارد دلاره، 250 میلیون دلار درآمد در ساله، ما همین رو در نظر میگیریم، میگیم همین عددی که من فکر می‌کنم کمه. تازه ما باید پس از افتادن جمهوری اسلامی تو همون چند هفته‌ای که امکانش هست دولت انتقالی بیاد و برای مدارس برنامه تغذیه رایگان رو بذاره، تغذیه رایگانی که زمان آریامهر برقرار بود، دادن یه شیر و کیک یا یه سیب و موز در روز به بچه دانش آموز از 6 ساله تا 18 ساله در جای جای ایران
خرید عمده که شما میکنید، من اعداد و ارقام ایران رو نگاه میکنم با عمده میسنجم، تازه با قیمت امروز، قیمتی که پایینم نیومده، هر بچه 4000 تومان هزینهش میشه و 20 روز میره در ماه در مدرسه، 20 تا 4 تا مثلا چیزی بوده 70 80000 تومان در ماه هزینه تغذیه رایگان یک کودک یا نوجوان. حدود 9 ماه سالم، این 8 ماه 9 ماه سالم میره به مدرسه، 8 9 ماه سال، یعنی 8 یا 9 رو شما ضرب در 70 80000 تومان میکنی، یه عددی به شما میده. تعداد دانش آموزام یه چیزی دوباره فکر کنم 16 میلیون من نوشتم، شاید هم بیشتر باشه، الان 16 میلیون حساب کردم میشه 250 میلیون دلار. شما اگه بخوای همه ایران رو هر روز تغذیه رایگان بدی، یعنی ساعت 10 یا 11 یه کیک صبحانه و یه شیر پاکتی در اختیارش قرار بدی، یا یه دونه سیب بدی و یه موز بدی، برای کل ایران در یه سال تحصیلی میشه 250 میلیون دلار. این میشود درآمد آستانه قدس که امروز معلوم نیست این پول کی برمیداره چه کار میکنه، ولی هیچ جای دیگر این پول نباید بره، این پول باید صاف بیاد هزینه بچه های مردم بشه. ما هم آیکیومون به طور میانگین پایین اومده در ایران تو این 40 سال که یه مقدارش تغذیه موثره، هم تو مناطق کم درآمد اندام بچه ها نحیفتر و کوچیکتر شده که اینم باز تغذیه است. شیر و کیک و سیب و موز و اینا چیزاییست که نه چیز بدی درش هست، برای رشد بچه خوبه، برای ضریب هوشیش خوبه و برای خیلی از خانواده ها یه کمکیه که این بچه رفت لااقل یه چیزی مدرسه خورد آورد، چون همه این امکانه ندارن که بچه رو سیر کنن، و یه مقدارم کار مادر و پدر رو آسان تر میکنه. در این حال بچه ها با هم ساعت 10 یا 11 همه در سراسر ایران یه چیز شبیه هم رو میخورن، دقیقا این تغذیه رایگان زمان شاه فقید. این امام رضا، امام هشتمی که در ایران هست، یا افراد مذهبی هن یا غیر مذهبی، یا مثل من و شما غیر مذهبی هن که اصلا ارادتی به این آدم ندارن، یا مذهبی هن، حتی اگر مذهبی هم هستن، این درآمد به درد علی ابن موسی رضا نمیخوره، او 1200 ساله که مرده، به درد بچه های هم میهن ما میخوره. برای همین چیزی به نام آستان قدس که دیگه اصلا به نظر من مفهوم نداره که باشه، ولی املاکش، مستغلاتش، کارخانجاتش همه باید بیاد توی یک کاسه مشخص برای یه منظور مشخص. فرزندان ایران زمین از 6 تا 18 سالگی از یه تغذیه معقولی برخوردار بشن که کمک کنه به هوش و به رشدشون.